به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان گرامی. اخیراً یه فیلمی ساخته شده به نام دانکی، محصول 2023 از کشور هندوستان، که شاهرخ خان هم تو این فیلم نقش بازی میکنه. از 21 دسامبر 2023 تا الان، یعنی در همین 10-11 روز گذشته، با استقبال زیادی مواجه شده. اما نکته اینه که بخشی از این فیلم هندی لجن پراکنی علیه ایرانه، صحنه های ضد ایرانی داره. حالا در ادامه صحنه های از این فیلمو خواهیم دید و دربارهش حرف میزنیم. پیشنهاد میکنم که حتما تا آخر همراه ما باشید و از دستش ندید. دمتون گرم. اما داستان فیلم دانکی چیه؟ داستان فیلم دانکی درباره مهاجرت غیرقانونی چند نفر از هندوستان به لندن انگلیسه، که در این مسیر که میخوان برن انگلیس، از ایران هم رد میشن. شکل روایت این فیلم از ایران واقعا توهین‌آمیز و غیر واقعیه. مرزبانان ایران وحشی و متجاوز معرفی میشن، رشوه میگیرن، مهاجران رو به رگبار میبندن و تجاوز از این کارا. اگه مشکلی پیش نیاد بعضی از صحنه ها رو نشون میدیم. مثلا این صحنه رشوه گرفتن نیروی مرزبان ایرانه. حالا شاید بگید که خب دیگه هست از این چیزا. درسته، خوب و بد همه جا هست، اما توجه کنید که این فیلم جهانیه، دنیا اینو میبینه. در ضمن مگه همه نیروهای مرزبان ایران رشوه میگیرن؟ این همه درگیری‌های مرزی با قاچاقچی‌ها و ورودی‌های غیرقانونی داریم، این همه مرزبان شهید داریم، بعد اینطور نشون داده بشن؟ بریم یه صحنه دیگه. حالا اینا اومدن داخل ایران، یه ماشین که انگار جیپه میاد سمتشون. اینا نیروی نظامی ایرانن، میان اینا رو میزنن. دقت کنید، مثل اینکه ارتشیان، چفیه انداختن دور گردنشون، سوار یه جیپ همراه با پخش موزیک. آهنگ گذاشتن و دارن میان. ارتشی، سپاهی، بسیجی آهنگ میذارن، گشت زنی میکنن. حالا جلوتر سیگار میذارن گوشی لبشون، تیراندازی میکنن. بیشتر انگار خود هندیا رو یا نیروهای بعثی زمان صدام رو به تصویر کشیدن تا نیروی ایرانی. صحنه دیگه که واقعا شرم‌آوره، این نیروی ایرانی تفنگ تکتیرانداز رو بر میداره، میره روی تپه میایسته، سیگار گوشی لبش، با ضبط صوتی که آهنگ پخش میکنه، این مهاجران غیرقانونی هندی رو یک به یک میزنه، هدشات میکنه. عجیبه واقعا، مرزبانان و محافظان شریف و زحمتکش ایران رو چجوری نشون میدن. صحنه بعدی هم اینو نشون میده که نیروی ایرانی میخواد به اون زن هندی تجاوز کنه، که دیگه شاهرخ خان میاد و ماجرا رو جمع میکنه. تو ختم بی مهی کروا. اما این نوع نمایش خشن و دروغین از مرزبانان ایرانی شاید بی ربط نباشه با سیاست دولت ضد اسلامی مودی، نخست وزیر هند، که از حامیان اسرائیل هم هست. و اینکه فیلم دانکی قطعاً مخاطبان بیشتری پیدا میکنه در سراسر جهان، و ذهنیتشون از ایران و ایرانی بر اساس چنین تصویر سیاه و زشتی شکل خواهد گرفت. به نظرم که دولت و مسئولان مربوطه باید یه اقدامی کنن، یه پیگیری کنن از دولت هند، از سفارت هند، که اینا چیه درباره ما ساختی. البته یه چیزی هم هست دوستان، ببینید، ما وقتی فیلمسازان ایرانی خودمون درباره ایران فیلم سیاه میسازن، فیلم چرک میسازن، سیاه نمایی میکنن تا در جشنواره های جهانی یه جایزه ببرن، یه پولی گیرشون بیاد، دیگه چه انتظاری داریم از خارجی ها، چه هندی، چه اروپایی، چه آمریکایی؟ فیلمسازان ایرانی ما که ادعاشون هم میشه صبح تا شب ایران ایران میکنن، چند تا فیلم از فرهنگای درست و زیبای ایران ساختن، همش سیاه نمایی واسه پول. اگه از ایران سیاه نمایی نکنن که جایزه جهانی بهشون نمیدن. این فیلمسازای ایرانی که ادعاشون هم میشه میگن ما دغدغه‌مند هستیم، آیا دغدغه اینو ندارن که ذهنیت مردم جهان درباره کلیت ایران یه ذهنیت منفی و سیاه بشه؟ اصلا شما فیلم سیاه میسازی؟ باشه. مشکلاتو بزرگ نمایی میکنی؟ باشه. اما آیا ایران 4 تا زیبایی نداره که شما بیای فیلمشو بسازی واسه مردم جهان؟ شده شما یه فیلم بسازی که صحنه‌های از اون فیلم از طبیعت زیبای ایران گذر کنه و یه نشاط و سرزندگی در دل مخاطب جهانی ایجاد کنه؟ چند تا فیلم اینطوری ساختید؟ همش باید فیلمی بسازید که پدر میزنه تو گوش دختر، دختر میزنه تو گوش پدر، گردن اینو میزنن، شکم اونو سفره میکنن، همه بدبخت، همه معتاد. چرا آخه؟ واسه یه جایزه خیانت میکنید به کشور. گیریم مردم ایران از 100% 20% بد باشه، اصلا 50% بد. گیریم 50% همه مردم مشکل خانوادگی حاد و شدید داشته باشن. آیا فقط باید از اون بدی ها فیلم بسازی؟
تازه شما وقتی میسازی بدیا و مشکلاتو چند برابر جلوه میدی. این خیانته. واقعا چرا اینا راجب خوبی های ایران فیلم نمیسازن؟ بعد ما انتظار داشته باشیم کشورهای دیگه درباره ما صحنه های خوب بسازن؟ خب اونا هم همین فیلم ها و سیاه نمایی های خود ایرانی ها رو میبینن. به هر حال دولت و مسئولان مربوطه حداقل باید یه پیگیری کنن، یه واکنش نشون بدن که اینطور نباشه هر چیزی بسازن درباره ما. ممنون از همراهی شما. اگه این برنامه مفید بود شما هم به اشتراک بذارید، شما هم منتشرش کنید. دمتون گرم. یا علی مدد. خدا نگهدار.